بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه و قولی. عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان گرامی. بنده محمد سعید بیلکار هستم با جلسه ششم از کلاس قواعد العربیه 2 در خدمت شما هستیم. همونطور که مستحضرید کلاس های ما تا آخر سال به صورت مجازی برگزار میشه و انشاءالله بعد از رفع این بیماری، یعنی بیماری کرونا، به سراغ کلاس های حضوریمون خواهیم رفت و کلاس ها رو به صورت حضوری پیگیری خواهیم کرد. همونطور که مستحضرید ما در بحث صرف اسم بودیم، توضیحاتی در رابطه با اسامی مشتق نظیر اسم فاعل، اسم مفعول و همچنین صیغه مبالغه خدمت دوستان ارائه شد. حالا به سراغ چهارمین مشتقمون میریم که همچنان از دسته مشتقات وصفیه و شناخت اون در تحلیل متن‌های زبان عربی خیلی میتونه به ما کمک کنه. عنوان درسی که امروز قراره در خدمت دوستان باشیم با عنوان درس سوم هست الاسم المشتق، اسم مشتق مورد دوم، یعنی درس دومی که راجع به اسم مشتق صحبت میکنه. الصفة المشبهة باسم الفاعل، یا طبق خوانشی از برخی کتب الصفة المشبهة باسم الفاعل، که خب کتاب شما اصرار داره که ما این رو مشبهه بخونیم در باب افعال به صورت اسم فاعلی، نه مشبهه که در باب تفعیله و اسم مفعوله. پس چهارمین مشتقی که با اون آشنا میشیم از صفت المشبهه باسم الفاعل هست. خب بریم ببینیم از صفت المشبهه باسم الفاعل چیست؟ ما بناست که همین اسم رو تحلیل کنیم. اولش میگه چی؟ اولش میگه از صفت المشبهه. خب همین قید از صفه به ما میرساند که ما با یک توصیف کننده طرفیم، یعنی واژه‌ای که یا ساختاری که الان قراره باهاش آشنا بشیم نظیر اسم فاعل، نظیر اسم مفعول، نظیر صیغه مبالغه، در توصیف کردن به ما کمک میکنه. لذا ما اسم اون رو گذاشتیم از صفه. خب این صفت چیست؟ این چیزی که ما بهش میگیم از صفت المشبهه باسم الفاعل. میگم ببین دو تا خصوصیت اصلی داره. یک، این صفت از مصدر فعل لازم ساخته می شود. چی شد؟ از مصدر فعل لازم ساخته می شود، یا برخی میگن اصلا از فعل لازم ساخته می شود، حرفی از مصدر نمیارن. فعل لازم اون فعلی بود که توانایی پذیرش مفعول رو نداشت و به فاعل خود اکتفا می کرد، فقط فاعل می پذیرفت. دومین مشخصه این نوع اسم اینه که دلالت بر ثبوت میکنه. اگر خاطرتون باشه ما یه محور زمانی براتون میکشیدیم که نقطه اولش حال بود، یه طرفش گذشته بود و طرف دیگرش آینده بود. میگفتیم آنچه که صفت مشبهه به ما نشان میدهد مانند یک خط است که همانند همین زمانی که الان توشیم در حال تداومه. یعنی ما صفتی داریم که در حال تداومه، بلکه در حال تداومه و قطع شده نیست، قطع نمیشه، منقطع به اصطلاح نیست، به خلاف اسمی که دلالت بر حدوث میکرد که منقطع بود و در یکی از زمانهای گذشته، حال یا آینده اتفاق افتاده بود. خب
مثال بزنم واسه این صفت مشبهه. میگم واژه‌ای مانند احمر به معنای قرمز در این دسته قرار میگیره. مثال دیگه بزنم، واژه‌ای مانند اسود به معنای سیاه در این دسته قرار میگیره. خب اولا باید توجه کنیم که این دو صفت مشبهه‌ای که مثال زدیم از فعل لازم ساخته میشن. یعنی ما احمر را از فعل حمره به معنای قرمز شد یا قرمز است میسازیم، اسود را از فعل سوده به معنای سیاه شد میسازیم. خب این فعل ها چی هن؟ لازم هن. دومن این صفات ما دلالتی که دارن دلالت بر ثبوته، یعنی یک صفت ثابت را در یک چیز یا یک شخص میرسانند. به عنوان مثال من عرض کردم احمر، الان این کتابی که مشاهده میکنین که ما آن را قرمز میدانیم، جلد اون را قرمز میدونیم، قرمزی همراه با اینه و داره همانطور که زمان حال به پیش میره این قرمزی هم باهاش پیش میره، از گذشته هست، در حال هست و داره به سمت ادامه میره، یعنی آینده. یا سیاهی این ماژیک، سیاهی این قلم، همینطور سیاهی این قلم ازش زائل نمیشه که ما بگیم بله این سیاهی برای زمان مثلا ساعت 2:25 روز شنبه بود. خیر، سیاهی باهاش هست و ادامه دار داره براش پیش میره و همین جور باهاش هست. به این میگیم صفتی که داله بر ثبوته. پس متوجه شدیم صفت مشبه اولا از مصدر فعل لازم ساخته میشه، دوما دلالت بر ثبوت میکنه. یه نفر به ما ایراد میگیره همینجا، به نظرم ایراد به جایی هم هست. میگه آقا جون چرا ما قید گذاشتیم که صفت مشبه باید از مصدر فعل لازم ساخته بشه؟ میگم دلیل داره. دلیلمون اینه که فعل های حدوثی، یعنی فعل هایی که اتفاق میفتن، یه جایی رخ میدن، هم ممکنه لازم باشن هم ممکنه متعدی باشن. به عنوان مثال من میگم قام علیون، علی بلند شد، این داره یک اتفاق را حکایت میکنه، پس قطعاً چیه؟ قطعاً حدوثیه. حالا این قامه لازم بود، درست؟ ممکنه این فعلهای حدوثی متعدی باشن. مثل چی؟ مثل ضربه، علی زد. نکته چیست؟ نکته اینه که درسته که فعل حدوثی ممکنه لازم یا متعدی باشه، اما فعل متعدی همواره چیه؟ همواره حدوثیه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی شما هیچ فعل متعدی را ندارید که چی باشه؟ که حدوثی نباشه. چرا؟ چون کار شما داره از خودتون به دیگری تسری پیدا میکنه، پس همه اینها حدوثیه. ممکنه کار زدن باشه، ممکنه کار آموختن باشه، ممکنه کار دادن باشه، ممکنه کار خوردن باشه و غیره. هر کاری که متعدیه حدوثیه، یعنی در یکی از نقطه های زمانی حال، گذشته یا آینده اتفاق میفته. لذا من نمیتونم از فعلی که متعدیست چی بسازم؟ صفتی رو بسازم که بر ثبوت دلالت میکنه، اما فعل لازم نه. فعل لازم ممکنه نظیر قامه‌ای که مثال زدیم حدوثی باشه، یا ممکنه تغییر شکل بده و صفتی که ازش میسازیم دلالت بر ثبوت بکنه. لذا ما باید شرط میکردیم که صفت مشبه همون از فعل لازم ساخته بشه، چون که فعل متعدی همواره حدوثی بود. یه سوال دیگه هنوز باقی مونده، اون سوال اینه چرا به این نوع توصیف کننده میگیم المشبه باسم الفاعل یا المشبه باسم الفاعل؟ چرا این صفت مشبهه شبیه به اسم فاعله؟ در دلالت که اینها با هم متفاوت بودن، یکی بر ثبوت و دیگری بر حدوث دلالت میکرد، یکی بر ثابت بودن و دیگری در
زمانمند بودن دلالت میکرد. چرا میگیم این به اون شبیه؟ جواب میده، میگه وجه شبه ما آنچه که باعث شده ما ادعا کنیم که صفت مشبه شبیه به اسم فاعل اینه، این صفت نظیر اسم فاعل صرف می شود. یعنی همانطور که اسم فاعل از مفرد تغییر می کرد به مثنا می رفت، از مثنا به جمع می رفت، از مذکر به مؤنث می رفت، صفت مشبه هم نظیر اون از مفرد به مثنا، از مثنا به جمع، از مذکر به مؤنث میره. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید ما در اسم فاعل واژه نظیر عالم رو داشتیم، این عالم رو تغییر میدادیم، یه بار مثنا مذکر ازش می نوشتیم عالمان، یه بار جمع مذکر ازش می نوشتیم عالمون، یه بار مؤنثش می کردیم، عالم رو تبدیل می کردیم به عالمه، همین عالمه رو مثنا می کردیم می شد عالمتان، عالمه رو جمع می بستیم می شد عالمات. همانطوری که این اسم فاعل متغیر است و به حالتهای مختلف در میاد، صفت مشبهه هم نظیر این اسم فاعل صرف میشه. لذا شما اگر واژه‌ای دارید مثل شریف به معنای شرافتمند که یک صفت ثبوتی زمانمند نیست که بگیم در گذشته حال یا آینده داره اتفاق میفته، همین شریف مثنا میشه، دوتا شریف میشه شریفان، جمع ممکنه بسته بشه به شکل شریفون، هرچند حالا این یه مقدار استثناء داره. دیگه خدمتتون عرض کنم ممکنه مؤنث بشه، بشه شریفه یا بشه شریفتان یا بشه شریفات. این که من شریفون رو علامت سوال گذاشتم به خاطر یه دلیلیه که انشاءالله بهش میرسیم در جمع مذکر سالم. ولی به هر حال چی رو مشاهده میکنید؟ این که واژه‌ای نظیر شریف همانند عالم صرف میشه. لذا ما به این نوع صفت گفتیم صفت مشبهه یا مشبهه به اسم فاعل. خب این توضیحات اولیه ما بود. اجازه بدید به سراغ متن کتاب بریم. ببینیم متن کتاب چه در رابطه با این صفت به ما میگه. کتاب به این صورت شروع میکنه: به این صورت شروع میکنه و میگه، ببخشید تا من بیارم کتاب رو، از صفت المشبهت و باسم الفاعل، مورد چهارم از اسامی مشتق، هو اسم مشتق من مصدر الفعل اللازم. میگه آقا جون ببین این یه اسم مشتقه، از مصدر فعل لازم ساخته میشه، لدلالت علی ما اتصف بالمعنا، یا علاما درسته، متصف اتصفه درست، تا دلالت کنه بر چیزی که توصیف شده است با یک معنایی، که اون معنا به چه صورته؟ علا وجه ثبوت، ثبوتیه، داره یک صفت ثبوتی را برای اون چیز یا اون شخص میرسونه. لا الحدوث، نه به صورت حدوثی یعنی زمانمند که بگیم گذشته است، حاله یا آینده است، خیر، ثبوت داره. و تو پاورقی به ما توضیح میده، میگه ببین منظور ما از ثبوت اینه، المراد به ثبوت، ثبوت و هذا المعنى المجرد لصاحبه، منظور ما از ثبوت ثابت بودن این معنای مجرد برای چی؟ برای صاحب خودش، فی الزمن الحاضر، در زمان حاضر، که اون زمان حاضر چجوریه؟ الدائم، دوام داره، منقطع نیست.
دون الماضی المنقطع، نه به شکل یک اتفاقی که در گذشته میفته و قطع میشه و المستقبل و اتفاقی که در آینده قراره بیفته. میگه خب حالا منظور ما از این به اصطلاح زمان حاضر دائم چیه؟ میگه ای از زمن الحاضر و المتصل و بالماضی، یعنی اون زمان حاضری که متصل به گذشته یا ماضیه، یعنی مثل یک خط ادامه داره. ببینید الان این قلم که سیاهه، سیاهیش همینجور داره ادامه پیدا میکنه، یک ثانیه که بگذره میبینید یک خطیه که از گذشته هست، آیند حال رو داره درک میکنه و خب عمیقا به آینده که نمیره دیگه، چون در آینده که هنوز تحقق پیدا نکرده ما بگیم این سیاهه، میتونیم بگیم بله این سیاه هم هست، همینجور سیاه هم میمونه، این میشه ثبوت. خب بعد دو تا مثال میزنه، میگه واژه حسن به معنای نیکو و واژه کریم به معنای بزرگوار از همین قسمه، اینها صفات ثابتن، فعلهاشون هم لازمه، حسنه به معنای نیکو شد و کرمه به معنای گرامی شد، هر دو چی هند؟ لازمن. بعد یه فائده، یک نکته مفید میاره، میگه ببین انما تکون و صفت المشبهتو مشبهتن به اسم الفائل، میگه صفت مشبهه رو ما مشبهه به اسم فائل نامیدیم، چرا؟ لأنها تصرفو، به این خاطر که تغییر میکنه این صفت مانند چی؟ کسم الفائل، مانند اسم فائل، یعنی چی کار میشه؟ به تسنیت و الجمعه و تذکیره و تنیسه، یعنی مصنع و جمع ازش ساخته میشه، گاهی مذکر ممکنه بشه، گاهی مؤنث ممکنه بشه، همون شش حالتی که برای اسم فائل گفتیم برای همین هم وجود داره. و تو پاورقی یک چیز دیگه هم میگه که شما انشالله اون رو در علم نحو باهاش آشنا میشین. من پاورقی رو به صورت کوتاه بهتون توضیح میدم. میگه ببین اسم فاعلی نظیر واژه ضارب همانند فعل ضربه میتونه خاصیتی داشته باشه، به صورت عامل باشه، یعنی عمل بکنه، به عبارت دیگه فاعل یا مفعول بپذیره. شما میتونی چنین جمله ای رو به کار ببری، بگی علیون زاربون سعیدن، علی زننده است سعید را. خب الان واژه سعیدن منصوب شده، چرا منصوب شده؟ میگیم علت نصب آن چیست؟ جواب میدین خب نقشش مفعولون بهه. باز دوباره ازتون میپرسم مفعولون بهه چیه؟ داریم میگیم کار روش انجام شده، کدوم کار؟ میگیم کار زدن. پس مفعولون بهه واژه ضاربه. در نتیجه واژه ضارب توانست سعید رو منصوب کنه، لذا به ضارب میگم عامل، یعنی عمل کننده. سعید هم اسمش میشه معمول. درسته؟ هر چیزی که روی چیز دیگری عمل کنه اولیه میشه عامل، اونی که روش عمل کرده میشه معمول. خب این واضحه. الان شما عمل نسبی واژه ضارب رو دیدید، درسته؟ یعنی دیدید که واژه ضارب اسم دیگری رو به عنوان مفعول به منصوب کرد. اما ممکنه همین واژه یک اسم رو به عنوان فاعل مرفوع هم بکنه. فرض کنید عبارت ما این باشه: علیون ضاربون مثلا اخوهو سعیدن. میگه علی زننده است برادرش سعید را، یعنی برادر علی سعید را میزند. علی برادر داره که اون برادر سعید رو میزنه. خب الان علی مبتدا ماست، ضاربون خبر ماست، انشالله همه اینها رو میخونید. چه کسی زده؟ آیا علی کار زدن رو داره انجام میده؟ میگید خیر. پس چه کسی داره کار زدن رو انجام میده؟ میگی برادر علی، خدا خیرت بده. واژه اخوهو چی شد؟ واژه اخوهو شد فاعل، یعنی اون چیزی که کار زدن را انجام میدهد. برادر علی داره کیو میزنه؟ میگی داره سعید رو میزنه. واژه سعید میشه چی؟ میشه مفعولون
به برای همه منصوب میشه. همه اینا مقدم است، حواستون باشه. الان دیدیم یک اسم فاعل از آنجایی که شبیه به فعل ضربه بود، همونطور که ضربه فاعل و مفعول میپذیرفت، ضارب هم فاعل و مفعول پذیرفت. میگید خب نتیجه؟ میگم آهان، یه سوال از شما میپرسم. واژه نظیر شریف به معنای شرافتمند، واژه نظیر کریم به معنای گرامی یا بزرگوار، واژه نظیر حسن به معنای نیکو، اونها از چه فعلی ساخته شدن؟ میگید فعل لازم. میگم درسته. دوباره میپرسم فعل لازم چه فعلی بود؟ جواب میدید فعلی بود که فقط فاعل میپذیرفت. میگم باز هم درسته. خب چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ میگم آهان، از اونجایی که فعلی که این صفت مشبهه از اون ساخته شده بود لازم بود و فقط فاعل میپذیرفت، طبیعتاً این صفت مشبهه هم همانند فعلش فقط باید چی بپذیره؟ فاعل بپذیره. یعنی ما میتونیم چنین جمله‌ای داشته باشیم، بگیم علیون حسنون وجهه علی نیکوست. خودش میگه نه، وجهه صورتش نیکوست، چهرش نیکوست. چه چیزی نیکوست؟ میگیم وجه علی یا صورت علی نیکوست. پس الان حسن میشه صفت مشبهه یا مشبهه ما. فاعل این صفت مشبهه یا مشبهه چیه؟ میگیم واژه وجه. برای همینم اون رو خوندم وجه هوهو، لذا بهش میگم فاعل حسن. خوب تا اینجا که بحث مشخص، فهمیدیم صفت مشبهه چون از فعل لازم ساخته میشد، از اونجایی که فعل لازم چی میپذیرفت؟ فقط فاعل میپذیرفت، این صفت مشبهه هم فقط فاعل میپذیره، یعنی میتونه فاعل رو مرفوع کنه، مانند جمله علیون حسنون وجههو که واژه وجه به خاطر اینکه فاعل حسنه مرفوع شد، یعنی او گرفته. میگم آها، اما اینجا یک قضیه ای وجود داره. اون قضیه چیه؟ میگم واژه ضارب رو دیدی که توانایی منصوب کردن داشت؟ میگی خب بله، چون مفعولم به میپذیرفت میتونست منصوب کنه. میگم آها، یک اتفاق جالبی واسه صفت مشبهه وجود داره. اون اتفاق اینه که ما در جملمون به جای اینکه بگیم علیون حسنون وجههو و واژه وجه رو به شکل مرفوع بیاریم، میتونیم عبارت رو به این صورت بیاریم، بگیم علیون حسنون وجههو، یعنی وجه رو چی کار کنیم؟ منصوب بیاریم. چرا تونست این اتفاق بیفته؟ معنا آیا فرق کرد؟ میگیم نه، معنا همونه، معنا یعنی این که علی نیکوست صورتش. میگه خب آقا جون، حسن که از فعل لازم ساخته نمیشد، ببخشید، حسن که از فعل لازم ساخته میشد و فعل لازم که فقط فاعل میپذیرفت، چجوری شد که بعد از واژه حسن یه واژه منصوب شد؟ میگم آهان، این واژه یعنی حسن صفتی شبیه به اسم فاعله. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اسم فاعل میتونست واژه‌ای رو بعد از خودش منصوب کنه، شما بگی ضاربون سعیدن، این صفت مشبهه هم چون که شبیه به اون اسم فاعله میتونه واژه‌ای رو بعد از خودش منصوب کنه، لذا عبارت شما بشه علیون حسنون وجههو. یه نفر از ما میپرسه خب نقش وجه چی میشه؟ میگم آهان، از یه طرف حسن متعدی نیست نظیر ضارب که بخوای بگی واژه وجه مفعولم بهه، پس چی بگو؟ بگو آقا جون وجه مشبهه به مفعولم بهه، یعنی خود واژه وجه ما
که منصوب شده شبیه به مفعول به شده. اون چیزی که کار روش انجام میشد، میگفتیم ضرب علیون سعیدن و سعیدن رو مفعول به میدونستیم چون منصوب بود. اینجا هم وجه مشبه به مفعول به. پس فهمیدیم علت دومی که به صفت مشبهه یا مشبهه این قید مشبهه اطلاق میشه اینه که او هم نظیر اسم فاعل که میتونست مفعول بهی رو نصب بده، میتونه یه واژه رو منصوب کنه، منتها دیگه به اون واژه منصوب نمیگیم مفعول به، بلکه میگیم شبیه به مفعول به یا مشبه به مفعول به. یعنی شما در عبارتت میتونی داشته باشی علیون حسن وجهه و وجه رو فاعل در نظر بگیری، یا داشته باشی علیون حسن وجهه و وجه رو چی در نظر بگیری؟ شبیه به مفعول به. هر دو درست. تفصیلش رو کجا میخونیم؟ میگم تو درس نحو میخونید انشاءالله. اینجا صرفا من اجمالی گفتم، برای همین دوستان اگر دقیق هم متوجه نشدن اشکالی نداره. بریم ببینیم تو متن پاورقی چی میگه که ما مجبور شدیم چنین توضیحی بدیم. میگه ببین ولأنها، علت این که ما به این گفتیم مشبهه به این خاطر است که یجوز و جایز است که چی؟ ان تنسب المعرفت بعدها، که منصوب کنه اون صفت مشبهه یه واژه معرفه رو بعد از خودش. چطوری؟ علت تشبه بالمفعول به، با این عنوان که ما اون واژه رو گویی شبیه به مفعول به کردیم. یعنی شما میتونی عبارتتو به این صورت بیاری، بگی علیون حسنون وجهه. این در اصل چی می بود؟ میگی این در اصل بود علیون و حسنون وجهه چون فاعله. چه چیزی نیکوست؟ صورت علی نیکوست. چی شده؟ میگیم این واژه بعد منصوب شده، شده وجهه. چرا؟ میگیم چون شبیه به مفعول به شده. و خوب دقت کنید این شباهت فقط شباهت ساختاری هان، معنا همونه، معنا یعنی علی نیکوست صورتش. میگه فهیه فهیه، پس این صفت مشبهه من هذه الجهه، از این جهت، یعنی از جهت منصوب کردن. مشبهتون شبیه است به اسم الفاعل المتعدی الی واحد، به اون اسم فاعلی که یه دونه مفعول میتونه بپذیره. متعدی الی واحد یعنی یک مفعولی. خب ضارب هم یک مفعولی بود، برای همین یه دونه واژه رو منصوب میکرد، میگفتی علیون ضاربون سعیدن، سعید میشد مفعولون بهش. اینم از این. پس این پاورقی رو هم ما کامل متوجه شدیم. الان چی میمونه؟ میگه آهان، الان آنچه که برای ما باقی است و بسیار مهم است چگونگی ساختن صفت مشبه است. یعنی ما باید بدانیم که صفت مشبه چگونه ساخته میشود. اگه ندونیم خب قطعا به مشکل میخوریم. بریم به سراغ چگونگی ساخته شدن صفت مشبه یا مشبه. من تخته رو پاک کنم. اولین سوالی که جواب میده اینه، سوال ما اینه فعل، ببخشید صیغه، میگم صیغه عظما، صفت مشبهه یا مشبهه از چه فعلی ساخته میشود؟ این سوال اوله که مهم پاسخ دهیش. میگه ببین تساق و صفت المشبهه من الثلاثی المجرد غالبا من باب فرحه اللازم و من باب شرفه فلان. میگه در ثلاثی مجرد غالبا از فعلی نظیر فعله که لازمه. چرا فرحه رو مثال زده؟ میگه برای اون صفات مثلا موقتی که بر انسان چی میشن؟
عارض میشن. میگه فعل لازم معمولا واسه این به کار میرفت. نظیر چی؟ نظیر فرحه، یعنی خوشحال شد. میگه شما اگه بخوای صفت مشبهه بسازی، از فعلی میای فعل لازمی رو انتخاب میکنی که معمولا اینطوری بودش که به صفاتی که بر انسان عارض میشدن دلالت میکرد. دیگه از چی؟ میگه همچنین از فعل لازم میسازی. کدوم فعل لازم؟ میگه اگه خاطرت باشه فعل لازم به صفات غریزی که همواره با انسانند و جزء طبیعت انسانند چیکار میکرد؟ دلالت میکرد. مثل چی؟ مثل شرفه. میگیم فلانی شریف شد یا شریفه. خب این یک صفتیه، یک فعلیه که همواره باهاشه. مثل خوشحالی نیستش که یک عامل بیرونی بیاد طرف خوشحال شه 5 دقیقه بعد ممکنه اونو از بین ببره. نه، شرافت باهاش هست. لذا تو پاورقی واسه هر کدوم از اینها توضیح میده. میگه ببین، من منظورم از این فرحه‌ای که گفتم اولا همین صفاتیه که موقتی بر انسان عرضه میشن، دوما این بابه، چون ثلاثی مجرد هم بابهای مختلف داشتی که بابه فعل یفعلو، چون فعل ممکن بود مضارعش یفعلو هم بشه. میگه نه، اون منظورم نیست، منظورم این بابه، معمولا از فعل یفعلو ساخته میشه. شرفه هم که بابش مشخصه، فعل یفعلو. خب اصلا فعل اگر خاطرتون باشه باب دیگه این نداشت. این چیزی که داره تا تو پاورقی میگه ما باهاش آشناییم. صرفا میخواد به ما بگه که آقا جون، شما درسته فعله رو شناختین، شک نکنید مضارعی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، مثلا فرحه مضارعش میشه یفرحو یفعلو، فعله مضارعش میشه یفعلو، به کل اینها گفته یک باب. خب این واضحه دیگه، نیازمند توضیح نبود چون ترم یک این رو شناخته. میگه خب چجوری حالا ساخته میشه؟ در ادامه میگه ولیس لسیاقتها قاعدتون قیاسیتون مترده. میگه باید حواستون باشه که قاعده همگیر ندارد، یا قاعده فراگیر ندارد که بگی بله همونطور که اسم فاعل به این صورت ساخته میشد، بر وزن فاعل میومد، صفت مشبه هم همونطور ساخته میشه. نه، قاعده فراگیر نداریم. پس چی؟ ولها اوزانون سماعیتون کثیرتون فلان. بعد میگه وزنهای سماعی یعنی بیقاعده، سماعی بسیاری داره، کلی وزن سماعی داره که باید شنیده باشید تا اونها رو بدونید. چند تا وزنن؟ میگه آهان، و اوزانها الغالبت و فیها 12 وزنن. این وزنهای قالبی چند تان؟ میگه وزنهای قالبی 12 وزنن. بعد این 12 رو توضیح میده، میگه اسنانه مختصانه به باب فعل یفعلو. پس از این 12 دو وزن برای باب فعل یفعلو، یعنی فعلی که بر این وزن میاد و گفتیم لازمه و معمولا صفات موقتی که به انسان عارض میشن و میرسونه. بقیه چی؟ میگه آهان، 4 وزن هم مربوط به باب فعل یفعلو، مثل شرفه. وقتی میگه مختص یعنی شما وزنی پیدا نمی کنید که تو این 4 باشه اما فعلش فعل یفعلو باشه. حالا میرسیم به مثالش. بقیه چی؟ میگه و ستتون مشترکون بین البابین، ببخشید مشترکتون بین البابین. 6 وزن هم بین این دو باب چی هست؟ مشترک هست. پس چی شد؟ گفت آقا 12 وزن قالبی داره، 2 از اینها اگر شما دیدید اون وزنها رو بدونید قطعا فعلش چیه؟ فعل یفعلو. 4 دیگر رو اگر دیدید بگید قطعا فعلش فعل یفعلوه،
شش تای دیگر رو اگر دیدین، خب ممکنه فعل یفعلو باشه، ممکنه فعل یفعلو باشه فعلش. میره که به ما معرفی کنه اینها رو. اول میره سراغ چی؟ میره سراغ اون دو وزنی که مختص به باب فعل یفعلوه. دو تا وزن رو به ما معرفی میکنه. میگه ببین، یه وزن صفت مشبهه داریم به صورت افعل، که مؤنثش به صورت چی میاد؟ فعلا میاد، آخرش همزه است. میگه این وزنی که مشاهده میکنی مخصوص به افعالی است که بر رنگ، عیب و زینت چیکار میکنه؟ زینت ظاهری دلالت میکنه. به عنوان مثال ما فعلی بر وزن فعله داریم نظیر حمره. یعنی چی؟ یعنی قرمز شد یا قرمز است. حالا میخوام چیکار کنم؟ حالا میخوام از این حمره به معنای قرمز شد یا قرمز است چی بسازم؟ صفت مشبهه بسازم. میگه از وزن افعل استفاده کن در مذکر، بگو احمر. اگه میخواستی راجع به یک شیء مؤنث قرمز صحبت کنی از وزن فعلا استفاده کن، بگو حمراء. پس اولین وزن مختص به باب فعل یفعل رو شناختیم. افعل بود که مؤنثش میشه فعلا و مخصوص به افعالی بودش که به رنگ، عیب یا زینت ظاهری دلالت میکنند. متن رو میخونیم. میگه افعل الذی مؤنثه علی وزن فعلا، اون افعلی که مؤنثش بر وزن فعلاه، و هو یساق قیاسا من کل فعل دال علی لون او عیب ظاهری او حلیه. میگه به صورت قیاسی، یعنی اینجا قاعده منده، برای چی میاد؟ برای هر فعلی میاد که دلالت بکنه بر چی؟ بر رنگ، عیب ظاهری و زینت ظاهری. یه نفر به ما ایراد میگیره، ایرادش هم وارده. میگه آقا جون، وزن افعلی که شما داری راجبش صحبت میکنی؟ میگم خب. میگه این وزن رو ما در جای دیگه هم دیدیم. مثلا میگم علیون اعلم و من سعیدن، علی داناتر از سعیده. وزن افعل در جای دیگه با عنوان افعل تفضیل به ما معرفی شده بود. شما اینجا داری میگی صفت مشبهه. میگم آهان، دقیقا نکته همینه که شما اگر فعلی داشته باشی که به رنگ و عیب و زینت ظاهری دلالت کنه و ما واژه‌ای رو بر وزن افعل براش بیاریم، اون دیگه معنای تفضیلی ندارد. پس اگر واژه‌ای رو دیدید به شکل احمر، احمر یعنی قرمز، معنای قرمزتر ندارد مگر در استثناءات. اگر واژه‌ای دیدید به شکل اعور به معنای شخصی که یک چشمش کوره، واژه اعور معنای کورتر ندارد، بلکه یعنی کور و یک صفت مشبه است. اینم نکته مهمیه که باید بهش توجه کنید. چند تا مثال خودش زده، گفته نظیر واژه اخضر به معنای سبز، نظیر واژه اعما به معنای چی؟ به معنای کور. نظیر واژه احور به معنای شخصی که جمعش میشه حور، راجبه حورون این داریم. دقیقش رو اگر بخوام خدمت دوستان بگم، احور رو به شخصی میگن که سیاهی چشمش یا سپیدی چشمش پررنگ باشه. شخصی که چشمش سیاهی یا سفیدیش پررنگه رو بهش میگن احور، که جمعش میاد حور. خب این زینته. دیدین واسه رنگ یه مثال، واسه یه عیب یه مثال، واسه زینت هم یه مثال زد. احور رو مثال زد به معنای
چشم پر رنگ، حالا در سیاهی یا سفیدی. این وزن اولمون بود. بریم سراغ وزن دوم. میگه وزن دومی که در باب فعله یفعلو داری، وزن فعلانه، که مؤنثش به چه صورت میاد؟ مؤنثش به شکل فعلا میاد. یه مثال اول بزنم. میگم نظیر واژه عطشان به معنی تشنه، فعلش چیه؟ عطشا یعطشو، وزنش فعل یفعلوه. مؤنثش چیه؟ میخوام بگیم یک خانم تشنه، میگیم چی؟ میگیم عطشا. اینم بخونیم. میگه دومین چیزی که مختصه، یا دومین وزنی که مختصه به فعل یفعلوه، فعلان الذی مؤنثه علی وزن فعلا، فعلانیه که مؤنثش بر وزن فعلاه. و هو یساق من فعل دال علی خلو او امتلاء او حرارت باطنیه لیست بدا. میگه ببین این وزن فعلا هم، فعلان هم واسه اینا به کار میره، برای یا مخصوص فعلهایی که به خالی بودن یا پر بودن یا حرارت درونی که البته به خاطر بیماری نباشد. چیه؟ دلالت میکنه. حالا واسه هر کدوم مثال میزنه. میگه من اگه بخوام واسه خالی بودن مثال بزنم، میگم واژه‌ای نظیر عطشان. عطشان یعنی چی؟ یعنی شخصی که تشنه است، از آب خالیه. اگه بخوام واسه پر بودن مثال بزنم، فعلی رو میارم، ببخشید میگم فعل، صفت مشبهه‌ای رو میارم به شکل ریان. ریان مخالف عطشانه. عطشان معنا میداد تشنه، مخالفش هست ریان به معنای چی؟ سیراب، به پر بودن از آب دلالت میکنه، شخصی که آب نیاز نداره، از آب پره. یه مثالم واسه اون حرارت درونی میزنه که ناشی از بیماری نباشه. چیو مثال میزنه؟ واژه قزبان رو. قزبان به معنای عصبانی. خب شخص عصبانی، داغ از درون، اما این داغ بودنه به خاطر بیماری نیست، به خاطر عصبانیت. مؤنث هر کدوم از اینها به شکل فعلا میاد. عطشان میاد عطشا، ریان میاد ریا، قزبان میاد قزبا. یه نکته هم بگم به نظرم مهمه. دلیل این که مؤنث‌های هر کدوم رو میگه اینه که ما ممکنه وزنهایی به همین صورت داشته باشیم که در جای دیگه اونها رو بخونیم و مؤنثشون فرق کنه. به عنوان مثال همین افعلی که به شما گفتم مشترک است بین صفت مشبهه و اسم تفضیل. اگر اسم تفضیل باشه، معنای تر و ترین داشته باشه، مثل اعلم به معنای داناتر، مؤنثش بر وزن فعلا نمیاد دیگه، بر وزن فعلا میاد. اعلم میشه علما، اکبر به معنای بزرگتر میشه کبرا، اصغر میشه صغرا. برای همین باید اینجا مؤنث هم به ما معرفی میکرد که ما این مجموعه وزنی رو باهاش آشنا بشیم که مذکر اینطور، مؤنث اینطور. خب تا اینجا با دو وزن آشنا شدیم. مختص به چی بودن؟ مختص به باب فعل یفعل بودن. بعد به سراغ چی میره؟ میگه آهان، ما چهار تا وزن داشتیم که مختص به باب فعل یفعل بودن. اونا هم باید خدمت شما عرض کنی. الان میره سراغ چهار وزن مختص به باب فعل یفعل. که اگه شما صفت مشبهه‌ای دیدین بر اون وزن، فعلشو قطعا فعل یفعل میدونید. میگه اولین وزن، وزن فعله. شما اگر صفت مشبهه دیدین به شکل فعل اومد، نظیر چی؟ نظیر واژه معروف حسن. چیکار کن؟ قطع به یقین بگو که فعل این هست
حسنه یحسنو. چرا؟ چون داریم با وزنهایی از صفت مشبه آشنا میشیم که مختص به فعل فعل یفعلون، مختص به وزن فعل یفعلون. اولی فعله به شکل حسن به معنای نیکو، مثال دیگه زده بطل به معنای شجاع. وزن دوم وزن فعاله، تشدید نذارین رو اینان، فعال بدون تشدید این. مثل چی؟ مثل واژه شجاع. میگه خب این وزن هم فعل مربوطش فعل یفعلوه، نظیر چی؟ نظیر شجاع یشجعو. درست؟ اینم از این. مثال دیگه میزنه، میگه فرات. شما با فرات بیشتر به عنوان اسم یک رود آشنا هستیم، اما فرات معنا داره، معنای صفت مشبهه‌ای داره. به معنای چی؟ به معنای گوارا. آیه قرآن میگه چی؟ میگه و ما یستوی البحران هذا عذب فرات. میگه اون دوتا دریا با هم مساوی نیستند که یکیشون آبش چیه؟ آبش شیرین و گواراست. فرات به معنای گواراه، عذبم به معنای چیه؟ به معنای شیرینه، بازه دالزال. با کدوم دریا؟ با دریایی که آبش شوره و هذا ملحون. خب پس با وزن فعال هم آشنا شدیم، مثال دیگه ای که در همین ادامه همین آیه اومده میگه هازا از منفراتون و هازا ملحون اجاجون. اجاج به معنی چی؟ به معنی شور و تلخ. اجاج هم بر وزن فعاله، نتیجه میگیریم که فعلش هست اجوجه، منتها اجوجه به این جهت که مضاعفه در هم ادغام میشه میشه اجه. این هم نکته ایه که باید بهش توجه کنیم، که چون که این فعل فعل مضاعفه دیگه در هم ادغام میشن، ما به شکل اجوجه نداریمش، به شکل اجه داریمش. خب از این بگذاریم بریم به سراغ وزن بعدیمون. وزن بعدیمون فعاله. خوب دقت کنید، ما قبلا با وزن فعال یه جا دیگه آشنا شده بودیم، در اسم مصدر بود. واژگانی نظیر کلام و عذاب اسم مصدر بودن که هم معنای مصدر بودن. این اون نیستا، صرفا تشابه وزنی وجود داره که کار ما رو دشوار میکنه. برای فعال صفت مشبهه مثال بزنیم، میگیم واژه جبان. جبان یعنی چی؟ یعنی ترسو. از فعل جبانه به معنی ترسو شد یا ترسوست ساخته شده. مثال بعدی که میزنه میگه چی؟ میگه حسان. حسان معناش چیه؟ میگن از فعل حسنه یحسنو ساخته میشه، به زنهای پارسا و با عفت گفته میشه. با عفت. و آخرین مورد وزن فعله، که مثالی رو میزنه به شکل جنوب. اینم به عنوان آخرین مثال میگه. یعنی وزن فعل. خب این از این. چهار تا وزن شد، وزن فعل، وزن فعال، وزن فعال و وزن فعل. اینها وزنهای مختص به فعل یفعل بودن، فقط وزن فعل کم کار برده. کم کار برد. بریم به سراغ شش وزن مشترک.
وزن شش وزن مشترک بین فعل یفعلو و فعول یفعلو که ازشون صفت مشبهه میاد. اون شش وزن مشترک چیان؟ میگه ببین این وزن هان، اولین وزن، وزن فعله، مثالی که ما داریم چیه؟ مثالی که داریم در همین آیه قرآن بود، گفتیم هازا عزبون فرات، عزب به معنای شیرین. خب فعل عزب به معنای شیرین به چه صورته؟ میگیم واژه عزب به معنای شیرین فعلش به صورت از میخوام عزوبه میاد. عزوبه یعنی شیرین شد. اینا معنای گوارایی هرچند در خودش داره. از همین وزن یعنی وزن فعل مثال دیگه ای برای ما میزنه. به شکل چی؟ به شکل ثبت. خب ثبت یعنی چی؟ میگیم ثبت به معنای نرمه. برای چی به کار میره؟ برای مو، به معنای موی نرم. فعلش چیه میگیم آهان؟ فعل ثبت ثبته، یعنی مو نرم شد. ما یه وزن داریم که اون وزن فعل باشه، اما یه بار برای فعلی اومد که فعول یفعلو بود، نظیر عزوبه یعزوبو، ازش عزب رو ساختیم. یه بار برای فعلی اومد که فعول یفعلو بود، نظیر ثبته یثبتو که ازش ثبت رو ساختیم به معنای نرم. این از اولین مورد ما. مثالی که کتاب برای وزن فعول میزنه زخم رو میزنه، یعنی چیز زخیم که فعلش از زخم، ازش زخم ساخته میشه با زی که زه ساد زد. وزن دوم ما وزن فعله. باز دوباره خوب باید دقت کنید، اینها مصدر نیستن. این وزن فعلی که ما داریم اینجا معرفی به شما میکنیم مصدر نیست، معنای کردن شدن و غیره نداره، نظیر علم نیست به معنای دانستن باشه. میگیم خیر، معنای صفت مشبهه ای داره. مثل چی؟ مثل صفر. منتها صفر با چی؟ صفر با صاد. میگیم صفره یعنی خالی شد، تهی شد. حالا میخوایم بگیم چیز خالی، میگیم بر وزن فعل صفر. به عدد صفر هم به این جهت صفر میگن که توش خالیه، اگر نمیدونستین نکته جالبیه. پس چی شد؟ فعلی داریم به شکل صفره به معنای خالی شدن، تهی شدن. بخوایم ازش صفت بسازیم به شکل فعل میاد، صفر به معنای خالی. خب این مثال، مثال وزن فعله بود. حالا بریم به سراغ مثال وزن فعله. میگه مانند ملح که شما در ادامه همون آیه داری، و هازا ملحون اجاج. واژه ملح به معنای شور از فعل بر وزن فعله میاد به شکل ملوحه. پس باز دوباره میبینی چی؟ که وزن فعل صفت مشبهی بین فعله و فعله مشترک است. مورد سوم وزن فعل. بگه اینم باز دوباره مشترک بین فعله و فعله. اولین مثالی که میزنه چیه؟ مثال حر. حر معناش چیه؟ میگیم حر معناش مشخصه، یعنی آزاد. وزنش چیه؟ وزنش طبق اینجایی که کتاب میگه حرره. هرچند معنای حرمن معنای بخشنده هم هست. خب
اینو دیدیم بر چه وزنی بود؟ بر وزن فعل بود. یه مثال میزنه که همین وزن منتها فعلش فعوله. چی رو مثال میزنه؟ صلب رو مثال میزنه. هرچند صلب ادعا میشه فعلش بر وزن سله سلوبه اومده، منتها سلبه هم وارد شده به معنی خشن شدن یا سخت شدن. خود صلب هم یعنی سخت، چیز سخت و خشن رو میگن صلب. این هم سومی مورد. وزن بعدی وزن فعله. خب مثل چی؟ میگیم مانند فرح. به چه معنا؟ به معنای خوشحال، که از فعل فرحه یعنی وزن فعله ساخته شده. و مثال دیگه نجس، که میدونید معناشو، از نجوسه یعنی فعوله ساخته شده. دو مورد دیگه مونده. یه مورد وزن فعیله، که باز دوباره بین این دو مشترکه. دو تا مثال زده، یکی بخیل رو گفته به معنی شخصی که انفاق نمیکنه، بخیله. داریم تو فارسی فعلش چیه؟ فعلش فعله. وزن دیگه ای که مثال زده، فعل دیگه ای که مثال زده، کریمه، که گفته فعلش کرومه. خب ما این مقدار سرعتمون آروم شده. آخرین مثال هم عرض کنیم، وزن فاعله. دیگه اه، فاعل که اسم فاعل بود، چطور الان اینجا داری ادعا میکنی فاعل شده صفت مشبهه؟ میگم آهان، اگه شما این وزن فاعل رو داشتی دلالت بر چی میکرد؟ دلالت بر ثبوت میکرد. دیگه این وزن فاعلت چیز نیست، اسم فاعل نیست، بلکه صفت مشبه هست. خب مثال چی زده برای این وزن فاعل؟ میگه باز دوباره شما هم میتونی از فعله بیاری که به شکل این بیاد، نظیر صاحب به معنی همراه. خب اینم الان دلالت بر ثبوت میکنه، زمان خاصی رو نمیخواد بگه، فعلش صاحبه. و مثال دیگه ای که میزنه واژه طاهره به معنی پاک، اینم فعلش طهوره. واژه طاهر به معنای پاک نمیخواد به یک چیز حدوثی دلالت کنه، بلکه پاک بودن یک صفت ثابته. لذا وزن فاعل هم اگر ما اون حدوثی بودنش رو بگیریم و ثبوتی بودن رو جاش بذاریم، میتونه برای صفت مشبهه به کار بره. تا اینجا داشتیم در رابطه با چی صحبت میکردیم؟ تا اینجا روی صحبت ما برای ثلاثی مجرد بود. غیر ثلاثی مجرد چطور؟ میگه آهان، و اما من غیر ثلاثی المجرد فتساغ و قیاسن علا وزن اسم الفاعل من اذا اريد به ثبوت. میگه ببین تو غیر ثلاثی مجرد شما از همون وزن اسم فاعل استفاده کن، با این فرق که اراده شما باید اراده ثبوتی باشه، یعنی معنا باید معنای ثبوتی باشه نه حدوثی. چند تا مثال حالا برای ما میزنه. اولین مثالی که میزنه چیه؟ میگه معتدل به معنای میانه رو. معتدل القامه، شخصی که قدش میانه است، قدش متوسطه. مثال بعدی که میزنه چیه؟ میگه منطلق اللسان، شخصی که گویی خوش صحبته و زبانش چی؟ میچرخه. انطلق معنی رفتنه. منطلق اللسان شخصی که زبانش فصیحه، زبانش میچرخه، میتونه همه صحبت ها رو بکنه. خب اینم باز دوباره اسم فاعل نیست، چون یک صفت ثبوتی رو داره بیان میکنه. خب دو تا مثالی که تا اینجا زد از ثلاثی مزید بود، حالا یه مثال هم از رباعی میزنه. میگه ما
واژه‌ای داریم یا ترکیبی داریم به شکل مطمئن البال، یعنی شخصی که خیالش راحت آسود خاطره، به این میگن مطمئن البال. ما تو فارسی فراغ بال رو داریم، اینجا مطمئن البال در زبان عربی به کار میره. پس یه بار دیگه مرور میکنیم. در ثلاثی مجرد 6 وزن 12 وزن شد، که این 12 وزن دوتاش مختص به فعله بود، 4 تاش مختص به فعله بود، 6 تاش مشترک بین فعله و فعله بود. در ثلاثی مزید و همچنین رباعی، یعنی غیر ثلاثی مجرد، همون وزن اسم فاعل با این فرق که باید دلالتی که اون واژه داره دلالت ثبوتی باشه. اما میره سراغ آخرین نکات این درس، الملاحظات. یک سری نکات پایانی رو بیان میکنه. 3 نکته است. اولین نکته میگه قد یأتی از صفت المشبهه من باب فعله و هو علا وزن فیعل. میگه آهان، ما یک سری صفت مشبهه داریم که از فعل فعله میاد، یعنی فعله ای که لازمه. مثلا واژه‌ای داریم طیبه که بعد میشه تابه، به معنی پاک، تقریبا نزدیک به طهوره، یه مقدار متفاوت. خب ما از این میخواییم صفت مشبهه بسازیم، چی کار کنیم؟ میگه وزنی که براش میاد فیعله، پس تابه بره تو این وزن میشه طیب. مثال دیگه میزنه، واژه‌ای داریم قامه به معنی ایستاد. حالا میخواییم یک چیزی رو بگیم به شکل استوار، نه شخصی که یه بار ایستاده، نه شخصی که یه بار ایستاده خب میشه قائم. قائم هم چیه؟ اسم فاعل حدوثیه، میگیم فلانی مثلا گذشته ایستاده بود. اما استوار اینطوری نیست. استوار یعنی در ایستادن ثابت شخص. خب اینو به چه شکل بیاریم؟ معنای استوار رو در زبان عربی چگونه بگیم؟ میگه آهان، از وزن فعیل استفاده کن. در نتیجه ریشه قوم میره بر این وزن میشه قیوم، بعد واو به یه تبدیل میشه، میشه قیم. چند تا مثال دیگه هم میزنه، البته کتاب مثال نمیزنه، بنده یه مثال میگم. میگم نظیر ساده به معنی سیادتمند شد، آقا شد یا آقا است. میخوای بگی آقا شخص با سیادت، چی بگی؟ میگه ریشه سوده میره بر این به اصطلاح وزن میشه سعیوت، بعد واو به یه تبدیل میشه، میشه سعیت. پس یکی از وزنهای ما شد فعیل. همچنین قد تأتی علا وزن فعیل، میگه گاهی از اوقاتم بر وزن فعیل میاد. یه نفر ایراد میگیره، میگه آقا جون شما که وزن فعیل رو گفته بودی. میگم آره گفته بودم، منتها وزن فعیل رو واسه چی گفته بودم؟ وزن فعیل رو واسه یه فعل فعله و فعله گفته بودم، وزن فعیل رو به هیچ وجه برای فعله نگفته بودم. خب کی واسه فعله میاد؟ میگه آهان، زمانی که 1 مضاعف باشه، 2 معتل باشه. یعنی ما اگر فعل مضاعف هم جنس در ریشه یا فعل معتلی داشتیم، چه نوع اعلالی؟ میگه اعلال و حرف علش باید آخر باشه، معتل و لام باشه، میگه بر این وزن میاد. نظیر فعل عفه به معنای با افاف شد یا با افاف است، که به شکل عفیف میاد بر وزن فعیل. و فعل زکا بازم نوعی معنای پاک کردن و اینها داره، که به شکل چی میاد؟ به شکل زکی میاد. نکته اول به پایان رسید، بریم سراغ نکته دوم. میگه کل اسم فاعل او مفعول اذا لم یقصد منه معنى الحدوث فهو صفت المشبهه. اینو گفته بودیم. میگه آقا جون اگه شما هر اسم فاعل یا مفعولی داشتی که معنای ثبوتی داشت، معنای حدوثی نداشت، چه اسم فاعلش چه اسم مفعولش، صفت مشبهه تلقی میشه. مثال زده، گفته صادق اللهجه، شخصی که راستگوه. صادق اللهجه چی به حساب میاد؟ میگم خب واضحه، یک صفت مشبهه به حساب میاد، چون معناش این نیست که شخصی یه بار حرف راست رو زد، بلکه به معنای صفت ثبوتیه. یا ما در قرآن داریم صادق الوعد، شخصی که راستگو در وعده بود، اونم باز دوباره میگن به همین صورته.
صفت مشبه است. و همچنین محمود المقاصد، شخصی که نیتهاش چیه؟ مورد ستایشه. میگن این هم باز دوباره نمیخواد بگه یه بار اینجوری شد اتفاق افتاد رفت، کلا نه، تصمیمایی که میگیره مورد ستایش، نیاتی که داره مورد ستایش. این هم صفت مشبه است. و آخرین نکته، قد یأتی وزن فعول و فعیل تارتن بالمعنى الفاعل و تارتن بالمعنى المفعول. این رو باید توضیح بدیم. میگه ببین، شما دو تا وزن داری که صفت مشبهن، منتها معانیشون رو باید بهش دقت کنی. اون دو تا وزن چی هن؟ یکی وزن فعیله، یکی وزن فعوله. میگه ما واژه‌ای داریم وزن فعیل داره، صفت مشبه هست، معنای فاعلی داره. واژه‌ای داریم در همین وزن صفت مشبه هست، معنای مفعولی داره. به عنوان مثال، یه زمان هست من میگم کریم. خب کریم معنای فاعلی داره، معنای شخصی که بزرگوار است، درسته؟ میگه خب، میگم واژه‌ای دارم نظیر نصیر. نصیر یعنی چی؟ یعنی شخصی که یاری کننده است، یاری میکنه ما رو، یار. این هم باز دوباره معنای چی داره؟ معنای فاعلی داره. اما بر همین وزن یعنی فعیل، واژه‌ای دارم به شکل جریح. جریح یعنی مجروح، شخصی که زخم برش وارد شده. واژه دیگه ای دارم قتیل. قتیل یعنی چی؟ یعنی کشته شده. چی رو داریم مشاهده میکنیم؟ اینکه وزن فعیل صفت مشبه ما گاهی معنای فاعلی دارد، گاهی معنای مفعولی دارد. آیا این فقط برای فعیله؟ میگه خیر، فعول هم همینطوره. وزن فعول صفت مشبه ما گاهی معنای فاعلی دارد، نظیر چی؟ نظیر صبور که معنای صابر داره. گاهی معنای مفعولی داره، نظیر رسول، معناش چیه؟ فرستاده شده. هر دو چی تلقی میشن؟ خیال نکنید این که معنا تغییر میکنه، یکیش میشه اسم فاعل، یکیش میشه اسم مفعول ها، نه، هر دو صفت مشبه تلقی میشن یا صفت مشبه تلقی میشن. اینم نکته آخرش بود. میخونیم، میگه قد یأتی وزن فعول و فعیل تارتن بالمعنى الفاعل. این دو وزن گاهی معنای فاعلی دارن، مثل صبور که معنای صابر داره، نصیر که معنای ناصر داره، و تارتن بالمعنى المفعول گاهی معنای مفعولی دارن. مثل چی؟ میگه مانند رسول که معنای فرستاده شده داره، مانند جریح که معنای مجروح شده داره. میگه یه نکته هم باید حواستون باشه که این دو وزن یعنی فعول و فعیل به اضافه وزن سومی که به شکل فعل میاد، که ما مثالشو فرح رو که داشتیم، مشترکتون بین صفت المشبهه و صیغت المبالغه. میگه این سه وزن مشترک بین صفت مشبهه و صیغه مبالغه. ما غفور رو داشتیم اگر خاطرتون باشه، یعنی بسیار بخشنده، صیغه مبالغه بود. بر همین وزن واژه‌ای داشتیم نظیر صبور که صفت. از کجا بفهمیم؟ والقرینه تو تعین ذلک، قرینه مشخص میکنه که آیا ما صفت مشبهه داریم یا صیغه مبالغه داریم. خب حالا بریم به سراغ چی؟ به سراغ تمرین های کلاسیمون. ما در حدود 5 تا مورد داریم. 5 تا موردمون چیه؟ اینه که باید مشخص کنیم که صفت مشبهه کدومه و معنای اون رو هم بیان کنیم. آیه اولی که مثال میزنه میگه و ادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، داخل کن دستتو در زیر بغلت، خارج کن یک سفیدی که این سفیدی بد نیست، این سفیدی به خاطر بیماری و اینها نیست، یک نوریه که اتفاقا نور خوبیه. شاید مثال رو چیه؟ شاید مثال رو واژه بیضاء. واژه بیضاء به معنای سفیدی خب مؤنثه، درسته؟
این واژه صفت مشبه است به رنگ دلالت میکنه. بر وزن فعل اومد. این مورد اول. مورد دوم میگه فرج عموسا الى قومهی قزبان اسفن. خب ما واژه چی رو داریم؟ واژه قزبان رو داریم به معنای عصبانی. وزنش فعلانه، مؤنثش فعلا میومد. این وزن و وزن افعل نظیر احمر، نظیر ابیض مختص به چی بودن؟ مختص به وزن فعل یفعلو بودن. یه مورد دیگه هم مثال میزنه. یه مورد دیگه هم در ادامه میاره. یعنی قزبان اسفن. اسف یعنی چی؟ یعنی ناراحت، اندوهگین. این هم چیه؟ صفت مشبه هست. فعلش چیه؟ فعلش فعله. خب ما وزن فعل رو داریم که چی بود؟ مشترک بود. هم ممکن بود فعل فعله داشته باشیم نظیر فرحه، هم ممکن بود فعل فعله داشته باشیم نظیر نجسه، و صفت مشبهش رو بر وزن فعل می آوردیم، گفتیم فرح و نجس. الان گفتیم اسف، فعلش فعله بود، اسفه. مورد بعدی و الله غفور و حلیم، شماره 3 سوره مارکه بقره آیه 225. خب و الله غفور و حلیم به چه صورته؟ عرض میکنیم که والله غفور و حلیم یک صیغه مبالغه داره که وزن فعول و غفور باشه به معنی بسیار آمرزنده، یک صفت مشبهه داره که حلیم باشه به معنی بردبار. تشخیص اینها هم کنار هم دقت میخواد، دوستان باید توجه لازم رو بکنن. مورد چهارم لم یکن الثوب طاهرا، میگه لباس پاک نی. ما به شما گفتیم وزن فاعل اگر معنای ثبوتی به خود بگیره، نه معنای چی؟ معنای حدوثی، صفت مشبهه میشه. میگه لباس پاک نبود یا لباس پاک نیست. معنای اول یعنی نبود بهتر. طاهرا اینجا باز دوباره چی میشه؟ میشه یک صفت مشبهه با اینکه بر وزن فاعله. و مورد آخر میگه لم یحضر علیون فی الحصه لانه سقیمون. میگه علی در جلسه حاضر نشد. چرا؟ به این خاطر که علی مریض بود. شاید مثال رو چیه؟ شاید مثال رو سقیمه. سقیم معنای مریض داره. ما مسترش رو داریم به شکل سقم، میگیم صحت و سقم. اینم آخرین تمرینی بودش که باهاش مواجه شدیم. فعلش هم به شکل سقمه هم به شکل سقمه هر دوش وارد شده، معنی بیمار شدن و بیماریش طول کشید. خب اما آخرین نکته ای که خدمت دوستان عرض کنم این که دوستان توجه داشته باشن ما یک تکلیف داریم که دوستان باید لطف کنن تا جلسه بعد اون رو آماده بفرمن. اونم اینه که ما تا اینجا با 4 نوع مشتق آشنا شدیم. هر یک از دوستان باید لطف کنن 2 مثال از اسم فاعل، 2 مثال از اسم مفعول، 1 مثال از صیغه مبالغه و 1 مثال از صفت مشبهه. جمعا میشه 6 مثال. از قرآن کریم چی کنن؟ استخراج کنن. یه نکته وجود داره، اونم اینه که مثال ها بین کل بچه های کلاس هیچ کدوم نباید تکراری باشه. یعنی دوستان مثال رو که آماده میکنن هر زمان که مثال ها تموم شد عیناً میذارن تو گروه تا دوستان دیگه ببینن. دوستان دیگه که دیدن مثال هایی رو که باید پیدا کنن باید مخالف با مثال شخص قبلی باشه. و خب طبیعتا دوستانی که آخر این تکلیف رو انجام بدن کارشون سخت میشه. اونایی که اول انجام بدن خب نه کارشون آسون تره، میتونن خیلی راحت مثال ها رو پیدا کنن و بنویسن. اما اونایی که هرچی دیرتر انجام بدن کارشون سخت میشه. و خب طبیعتا دوستی که موفق نشه ما متاسفانه مجبوریم نمره کلاسیشون رو به خاطر عدم تکلیف مقداری کم کنیم. این ادامه پیدا کنه خب این کم کردن نمره بیشتر میشه. و خب ددلاین زمانیش هم 3 روزه. خب خودتون هم مجبورین زودتر انجام بدین دیگه، یعنی تا جلسه بعد انشاءالله. این از این. آخرین نکته که خدمت دوستان عرض شد در رابطه با همین تکلیف بود. ببخشید یه مقدار سرعت ما در این جلسه کمتر بود. انشاءالله از جلسه بعدی بحث صیغه مبالغه رو پیگیری خواهیم کرد. همچنین باید لطف کنید تمرین های این درس هم و همچنین تمرین های این چند درس رو تا سه‌شنبه توی گروه هر کدوم از دوستان قرار بدن.
و صلی الله علی محمد و آله محمد.